این افتخار رو دارم تا در خدمت یکی از کلینت‌های موفقمون جناب آقای فرشاسب از شهر زیبای ملبورن و کشور استرالیا باشیم. جناب فرشاسب عزیز، خواهش می‌کنم در ابتدای مصاحبه صحبتی رو با همراهان ما داشته باشید تا صحبت رو با هم پیش ببریم. من در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما جناب آقای برهمی هستم و سایر همکاران عزیزتون. عرض ادب می‌کنم خدمت شما و سایر کلینت‌های پیشن ماگرین. در خدمت هستم جناب برهمی. بسیارم عالی. من به قبل از اینکه صحبت رو جدی‌تر با هم شروع بکنیم، خواستم یه تشکر ویژه خدمتتون داشته باشم به خاطر موقعیت کاری تو تایم رستتون بودید و ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار ما و همراهانمون گذاشتید. خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. انجام وظیفه هستید جناب برهمی. بسیار هم عالی. جناب فرشاسب، تجربه همکاری با پیشن ماگرین در مسیر رسیدنتون به استرالیا چطور بود؟ تجربه خیلی خوبی بودش. ما متاسفانه خوشبختانه ما از اسفند 97 شروع کردیم همکاری رو با پیشن ماگرین و موقعی که پروندهمون ثبت شد متاسفانه خوردیم به تایم کرونا و تو اون 3 سال در خدمت دوستان بودیم، تماس می‌گرفتیم، پرونده‌ها رو چک می‌کردیم، کدوم استیتا باز شدن، باز نشدن، تا اینکه بالاخره خدا رو شکر اگه اشتباه نکنم فکر می‌کنم که توی آخر 1400 بود که دعوتنامه‌مون اومد، 1491. بعدش دوباره باز ایالت‌های دیگه باز شدن واسه اونا اپلای کردن پیشن ماگرین و تونستیم سال 1402 مهاجرتمون رو تکمیل کنیم. بسیار عالی. با چه ویزایی وارد استرالیا شدید؟ ما در نهایت با 189 وارد شدیم و خوب بود چون همزمان چندین دعوتنامه از جای مختلف داشتیم، ولی من یه خود تو معدنم بودم، سرما خوردم، ولی اختیار دارید، خواهش میکنم. سرفه هم کمتر شده، ولی خب دیگه بخیر محیطی که ویروس ها پخش میشن راحت دیگه. شما ببخشید که ما میگم توی این تایم و با این موقعیت مزاحمتون شدیم. خواهش میکنم. بعد خب خدا رو شکر خدا کمک کرد، خیلی تیم بسیار قوی داشت پیشتر مایتون و هنوزم داره، خیلی خوب راهنمایی کردن، خصوصا موقع دعوتنامه ها خیلی خوب از ظرفیت ها به خوبی استفاده میکردن. من اینو واقعا باید تشکر کنم، هم از طرف خودم هم از طرف خانومم، چون هم برای خانومم جدا اقدام شده بود، هم ایشون تونستن دعوتنامه بگیرن، هم بنده تونستم دعوتنامه بگیرم. و اینکه نکته خیلی مهمش این بود که وقتی که ما دعوتنامه گرفتیم اصلا تیم پیشن ماگرین عجله نکرد، در حالی که من خیلی عجله داشتم و خیلی اصرار میکردم که سریعتر ثبت شه، ولی خیلی اگه اشتباه نکنم خانم محمدی، سایر همکاران خیلی سر صبر، خیلی با حوصله کار من رو انجام دادن و نتیجهش هم واقعا خیلی خوب بود. این واقعا رفتار خیلی حرفه‌ای بود، یه خورده طول کشید ولی با دقت با جزئیات تمام آیتم‌های پرونده من رو خوندن و حتی یه چند تا ایراد اشتباه هم که از طرف بنده بود اونو تصحیح کردن که کاملا درست و به جا بودش. من واقعا این تشکر رو نکرده بودم ولی الان جا داره که وقتش هم هست تشکر کنم و واقعا پیشن ماگرین رو به همه عزیزان پیشنهاد میکنم به خاطر اینکه واقعا تخصصی تو زمینه این قسمت مهاجرت نیروهای کاری واقعا کار انجام میدن و واقعا تیم خبره هستیم. تبریک میگم خدمتتون. بسیارم عالی. دقیقاً نکته‌ای که فرمودید، اولا که همش انجام وظیفه بوده و ما باعث افتخارمونه که کلینت موفقی مثل شما الان، مثل خیلی از کلینت‌های دیگه‌مون و مثل شما در خاک استرالیا داریم. اما تو مرحله لاجمنت زمانی که دوستان خبر دعوتنامه رو میگیرن، بعضی وقت‌ها حالا عجله‌ای رو دارن و میخوان مدارک رو گاهن بعضی وقت‌ها ناقص یا اشتباه آپلود بکنن. بعضی وقت‌ها من کامنت‌هایی رو میگیرم که حالا آقای برهمی با این فرمت ما مدارک رو آپلود بکنیم برای لاجمنت و بعد تصحیحات رو انجام بدیم، و من همیشه این نکته رو به همه عزیزان میگم که مرحله لاجمنت دیگه به نوعی آخرین ارسال دیتا به اداره مهاجرت به حساب میاد و ما باید با کمترین ریسک این کار و شرایط رو با هم دنبال بکنیم. در هر صورت باعث افتخار ما هم هستش که کلینت های عزیزی رو مثل شما داخل خاک استرالیا داریم و با امید اینکه همه بینندگان این مصاحبه و ویدیو روزی در خاک استرالیا باهاشون مصاحبه رو دنبال بکنیم. خب جناب فرشاسب عزیز، استرالیا رو به چه شکل میبینید؟ استرالیا واقعا کشور قشنگی، مردمی هستن که مهاجرپذیرن،
البته ما که مهاجرت کردیم به خاطر یکی از دوستانی که بنده داشتم، ما اومدیم ایالت ویکتوریا و شهر ملبورن و بله جای دیگرشون رو ندیدیم هنوز. حالا من به واسطه کارم چند تا شهرش رو دیدم، ولی کلا به کشور خیلی قشنگیه، بسیار آدمای محترمی هستن و خود ملبورن هم شهر خیلی خوبیه و یه نکته مثبت داره که شهر خیلی قشنگیه. نکته منفیش اینه که خیلی سرده، یعنی الان البته تابستون الان که شما تو فصل سرد به سر میبرید و ما اینجا تو فصل گرم هستیم دیگه. بسیار سرده و امسال هم حومه ملبورن هم برف اومده برای اولین بار و که حالا میگن استرالیا کشور گرمیه، درسته که گرمه، ولی یه سری نقاطش مثل ادلید، مثل ملبورن، مثل تاسمانیا، اینا واقعا جای سردش هم هستن. اونا که مد نظر داشته باشن، اگه کسی که سرما رو دوست دارن میتونن اینجا باشن، کسی که گرم دوست دارن برن جای دیگرش. بسیار هم عالی. جناب فرشاسپ عزیز، ورودتون به استرالیا چه تاریخی بوده؟ 6 می 2023 بودش من ورودم به استرالیا. بله 2023 بودش. و یه سوال، کار تخصصیتون رو کی پیدا کردید؟ اگه دقیقش رو بخوام بگم، من 10 اکتبر 2023 مصاحبه قبول شدم، خب ولی بنا به دلایلی تأخیر افتاد و و بعدش برگشت خوردش توی 2023 فوریه. خب یعنی اول فوریه 2024 کار اصلی رو پیدا کردم، ولی خورده پیچیدگی خاص خودش رو داشت، ولی 1 فوریه 2024 کارم رو پیدا کردم. خب خیلی خوبه که شما به عنوان یک در حقیقت نیروی مهاجر تازه وارد و نیروی متخصص، اولین اپلایتون شغل تخصصیتون بود؟ بله، من رشته مهندسی معدن خوندم و تو حوزه ژئوتکنیک بیشتر کار کردم و تخصص دارم و سعی کردم همون تخصصی رو که دارم رو توی رزومم به صورت خیلی واضح‌تر بیان کنم و همون تو رشته خودم شروع کردم به اپلای کردم. با سابقه کاری که داشتم و تجربیاتی که داشتم توی اون زمینه شروع کردم اپلای کردم. چند جا رزومه فرستادید، چند تا مصاحبه رفتید و در نهایت شغل رو انتخاب کردید؟ من اینا رو که ازتون میپرسم، نمیخوام یه مقداری حالا دیتای شخصی ازتون داشته باشم، در حد کلیاتی که صلاح میدونید به ما پاسخ بدید، ولی این سوال خیلی از عزیزانیه که در مسیر مهاجرت هستند و باعث میشه که هم با تجربه شما آشنا بشن، هم دغدغه هاشون کاهش پیدا بکنه. برای همین میخوام بدونم که برای پیدا کردن کار تخصصی شما چند رزومه فرستادید و چند تا اینترویو رفتید و در نهایت این شغل رو انتخاب کردید. برای این کار من ببخشید معذرت میخوام، نخواهش میکنم، صوتم خوب نشده. من برای این کار سعی کردم که خودم تجربه کسب بکنم، یعنی یکی از دوستانم بودش که اینجا راهنمایی کرد توی تهیه رزومه، چون رزومه استرالیایی یه فرمت خاصی داره، فرمتشی که چیز خاصی هم نیست، ولی سعی کردم رزومه اولا که استاندارد کنم به برگردونم به رزومه استرالیایی. یک دومانم این که سعی کردم که خودم این راهو پیدا کنم، یعنی تجربه دوستان بودش که میدیدم توی هم کانالایی که شما میذاشتین، دوستان خیلی تجربه خوبی میذاشتن، ولی سعی کردم که خودم نسخه خودم رو پیدا کنم. واقعیتش یعنی دنبال این بودم که برای رشته خودم با توجه به کار خودم چجوری میتونم پیدا کنم. این بودش که من خیلی اپلای کردم، تعداد زیاد اپلای کردم و چیزی که یاد گرفتم و دوستان میخوام اشتراک بذارم اینه که اگر که اپلای شما رد بشه، لزوما دلیل این نیستش که شما ناکار آمدین یا شما مشکل دارین. خیلی دلایل هستش که همونجوری که شما بهتر از من میدونی که ما ازش بی اطلاعیم، شاید بعدا خبردار بشیم یا اینکه شاید اصلا به ما ارتباطی نداشته باشه. واقعیت رو میگم، یعنی کسی که رزومه میفرسته رد میشه، لزوما نیستش که اون طرف اینکامپتیبله یا ناشایسته یا در اون حدی که اونا میخوان نیستش. این یه موضوع. بعدش هم این که من سعی کردم ببینم که ایراد کار من وقتی که رزومه میفرستم رد میشه کجاست. بعضی شرکت ها فیدبک میدن، بعضیشون فیدبک نمیدن، حتی شما میتونید ازشون فیدبک بخواید و اینم خیلی خوبه. شما میتونید مستقیما ایمیل بزنید یا میتونید زنگ بزنید ببخشید من
این رزومه که فرستادم شما حتی با من مصاحبه هم نکردید، به چه علت اینو رد کردید؟ و اونا نمیتونن به شما بگن نه ما دوست نداشتیم، اونا موظفن که پاسخگو باشن. اینم یه نکته ای که خودم بهش رسیدم و میتونن دوستان بپرسن، اونا موظفن که جواب بدن، نمیتونن بگن ما خوشم نیومد و هر دلیلی. بعد خب خیلی اپلای کردم، در کنارش هم خدا رو شکر مصاحبه زیادی رو رفتم باهاشون. خب مثلا من کسی بودم که خب مثلا این فارسی زبان مادره، بعد مثلا طرف استرالیایی لهجه داره، منم مثلا تو محیط نبودم، یه خورده سختم بود، ولی مصاحبه اول که رفتم خیلی خوب بود. بعد به مرحله دوم حتی کشیده شد، بعد سعی کردم بعد مرحله دوم بود، ولی خب یه خورده مرزی رد شد، ولی خب خیلی خوب بود، باعث شد که من ببینم خب مثلا نقاط ضعفم چی بود، چیا رو من مشکل داشتم، چیا رو نتونستم جواب بدم. و بعد از اون چند تا مصاحبه دیگه رفتم و بعد مصاحبه بعدی رو پشت سر هم قبول شدم. یعنی یه جوری شد که همزمان دو تا شغل همزمان تونستم پیدا بکنم. بعد بوده بودم گودومو بدم. ببخشید. چیزی که خیلی مهمه اینه که شما وقتی که میخوای مصاحبه بشی، اینم یه تجربه که خودم به دست آوردم، به عناوین شغلیت خیلی باید عزیزان توجه کنن. بولت پوینت هایی که هستش که میگن که کی سکیلز ریکواید، ما به چه مهارت های شخصی شما اون شرکت اون مجموعه نیاز داره، اونا رو عزیزان بخونن. اگر که تو تخصصشون هست اپلای کنن، اگر تو تخصصشون نیست یه ذره تو اپلای کردنشون تأمل کنن، اگر میتونن اطلاعاتی در اون زمینه که دارن ازتون سوال میکنن یا مد نظرشونه کسب بکنن که چقدر خوب. اگر که نمیتونن خیلی رو اون اپلای تاکید نکنن یا جدی نگیرن، چون احتمالا به معنی مسابقه کشیده نمیشه. اگه مسابقه کشیده بشه حتما اون سوالا رو میکنن و خب خوب نیستش دیگه آدم کسی نتونه جوابش رو بده. بله درسته. ما در حال حاضر برای کلینت هامون در حال برگزاری یک دوره جامع اسکیل مکس پرو دیگه هستیم و کاملا توی این موارد میایم و حالا اون سلیقه در حقیقت رزومه های استرالیایی، حالا اپلیکیشن هایی که دوستان میتونن دنبال یا وبسایت هایی که میتونن دنبال کار بگردن، یا حتی این موردی که فرمودید ما به دوستان میگیم حتی اگر برای یه شغل میخواهید اپلای بکنید، جاب دسکریپشن اون شغل رو بخونید و بر مبنای اون رزومتون و کاور لترتون رو تنظیم بکنید و سعی بکنید که مهارت‌های لازم رو توی این قضیه داشته باشید. و به قول شما اگر حتی مصاحبه اولتون هم به کار منتهی نشد، به چشم یک تجربه بهش نگاه بکنید. هرچند ما میگیم آقا اینقدر خودتون رو از خودتون فیلم بگیرید، ویدیو بگیرید یا جلوی آینه با خودتون صحبت بکنید که خودتون به اون کامل بودن کاهش استرس، مدیریت زمانش یا اینها برسید که تو جلسات مصاحبه بخواید آزمون و خطای کمتری رو داشته باشید. و خب خیلی جالبه که شما هم دقیقا خیلی از فرمایشاتتون منطبقه با نکاتیه که ما به دوستان میگیم که حالا شاید بتونن این مسیر رو کوتاه‌تر و با تجربه تر دنبال بکنن. اما خب جا فرشاسم عزیز، میدونیم که صنعت معدن در استرالیا در کنار کشاورزی، دامپروری و بعد از اون ساخت و ساز جزء صنایع بزرگ به حساب میاد و استرالیا شاید کشوریه که برای خیلی از مهندسین معدن و یا عمرانی که به قول شما در حیطه ژئوتکنیک یا سایر تخصص‌ها دارن کار میکنن، کشور بسیار محبوبی به لحاظ موقعیت‌های شغلی باشه. به طور کلی از این صنعت در استرالیا یک در حقیقت ویژگی‌هایی رو برای ما نام میبرید که به چه شکله، تو چه ایالت‌هایی بیشتر متمرکزه؟ تجربه شخصی خودم اینه که تقریبا بین 50-60% WA هستش، یعنی ایالت استرالیا غربی هستش، به مرکزیت پرت، به مرکزیت پرت، ولی تقریبا چون بهش میگن فایفو یا فلای این فلای اوت که همشون از پرت انجام میشه. بله. و تقریبا 50-60% معادنش اونجا هستش. حالا معادن سنگ آهن هستش، معادن طلا هستش، خب طلا میتونه مثلا با مس باشه، با کانیای دیگه باشه، ولی خب قطبه اصلیش اونجا هستش و شرکت خیلی متنوعی هم تو اونجا مشغول به کار هستن. بعد میتونم بگم که اگه 50-60% هستش، تقریبا 30-35% هم ایالت کوینزلند هستش، اون چیزی که خودم
تحلیلی بهش رسیدم که کوینزلند کاملا درسته، قطب زغال سنگ هستش. اون تنوعی رو که WA داره از نظر تنوع شرکتی و میزان فسیلیتی و امکاناتی که فراهم میکنه، خب WA اوله، بعد کوینزلند به نظر خودم دوم هستش که تقریبا میگم 30 تا 35، بیشتر معادنش هم بیشتر زغال هستن، زغالشون هم بیشتر زیرزمینی هستش. یعنی اگه بخوایم طبق بندی کنیم، چند تا شهر خاص هم داره که فاصله زیادی هم ندارن نسبتا با جای مختلف. بعد اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، تقریبا 10% میتونیم بگیم مثلا تو NSW، حتی خود ویکتوریا مقدار خیلی کم، و SA معدن دارن. SA معدن طلا داره، NSW هم همینطور معدن طلا داره، حتی مثلا میتونم بگم معدن کادیا یکی از معدن مثلا طلا هستش تو تو شهر خود اورنج که بله. 3 ساعت و 10 دقیقه تقریبا فکر میکنم با سیدنی فاصله باشه معدن طلا داره، و نورثن تریتوری هم میگی دوتا معدن خیلی خوب داره، ولی میگن معادن تنوعشون میاد هی پایین تر، هی کم و کم و کم تر میشه. به خاطر همینم بخواید بگیم اول WA کوینزلند بعد تقسیم میشن دیگه، بعدش NSW، بعدش حالا ویکتوریا و نورثن تریتوری. به ترتیب هم خب طبیعتا موقعیت های شغلی به ترتیب همین ایالت هایی که فرمودید میتونه تنوع بیشتری رو تو این ایالت ها داشته باشه. شما تحصیلاتتون در ایران معدن بوده؟ بله، من لیسانس و فوق لیسانس مهندسی معدن داشتم، دکترام معدن قبول شدم، دانشگاه سراسری قبول شدم، حتی به محل دفاع از تز دکترام هم رسید، ولی خب دیگه دیدم که پروسه مهاجرت هم طول میکشه و اینکه دیگه از مدرک دکترام خود آزاد کردنش سخت میشه برای من، دیگه سعی کردم وارد اون پروسه نشم، دیگه مهاجرت رو ترجیح دادم، دیگه انصراف دادم. بسیار عالی. جان فرشاست، اسسمنت ماینینگ انجینیر گرفتید درسته؟ بله. این اسسمنت چقدر رو پیدا کردن شغل مفید بود؟ به نظر من خیلی کمکم کرد، چون من اسسمنت رو با اینکه ماینینگ ژئوتکنیک بود ولی طراحی ورودی های معدن بودش، بر اساس پارامترهای ژئوتکنیکی بودش و خیلی کم من صرفا با هم هستش، چون خیلی کمکم کرد به خاطر که ما تو همون زمینه ژئوتکنیک که تو معدن کار میکردیم، اساسا من بر همون مبنا و اساس همون پروژه‌ای که انجام داده بودم وارد کردم. و یعنی سیویارتون کاملا مبتنی بر در حقیقت همون تجربیاتی بود که توی معدن داشتید دیگه، درسته؟ بله، چون باید سه تا پروژه تعریف بشه و اون سه تا پروژه شما خلاصه تر واقع تجربیات گذشته میتونید بگید. شما مثلا اگه توی جابی 3 سال بودین، پروژه خوبی رو داشتین، خب اونا رو میتونید دونه دونه بیارید. خیلی کمکم کرد، چون باعث شد که یه ریویوی بشه که من مثلا کلا چیکار کردم و اینا رو حداقل روی کاغذ برای خودم داشته باشم. بسیار عالی. و جان فرشاسپ عزیز، به دوستانی که تو ایران دارن معدن میخونن، فارغ التحصیل شدن و حالا در این مسیر هستن، حالا شما فرمودید که در حوزه ژئوتکنیک هم الان دارید کار میکنید، میتونه زیر گروه مشاغل عمرانی رو هم شامل بشه، کلا چه توصیه‌ای دارید بر مبنای آموزشی که در ایران دیدید یا به نوعی تجربه کاری که تو ایران داشتید، اگر بچه‌ها بخوان بیان استرالیا چه بکنند که زودتر بیشتر و بهتر موفق باشن؟ باید دانششون به روز باشه. تو معادن استرالیا چیزی که خیلی مهمه اینه که ایمنی براشون خیلی مهمه، یعنی شما هر چقدر هم که با سواد باشی ولی از نظر ایمنی معادن بچه بحث HSE معدن چیزی ندونی، یه ذره جالب نیست، چون میپرسن ازتون. یعنی یکی از سوالاتی که من خودم بهش رسیدم اینه که میگن شما چی دیدی تو معدن که سیف نبوده، ایمن نبوده و شما چی کار کردی اون موقع؟ و معادن ایران ایمن هست، نمیگم ایمن نیستش، ولی اون مقوله ایمنی که اونا دنبالش هستن
یه ذره با مقوله ایمنی ما فرق داره و چیزیه که میخواند شما، چون شما رو به شکل graduate mining engineer، graduate geotechnical engineer، graduate civil engineer شما رو نگاه نمی کنن. شما رو به شکل senior mining engineer نگاه میکنن. پوزیشن هایی که تعریف میشه اکثرا یا سینیر یا جیوتکنیکال انجینیر، ماینینگ انجینیر. برای من چالشی که من خودم داشتم بود که میخواستن از شما ایمنی و یه سری اطلاعات پایه و تو این زمینه داشته باشه اون شرکت کننده، که اونم سخت نیستش، چون تو همون بولت پوینت هایی که داره صحبت میکنه اون سطحی رو که مد نظرش هستش داره عملا داره میگه که من مثلا اینو میخوام، مثلا شما QC QA میخوام. شما مثلا میبینی خب QC QA تو کار من تو رشته من چیه، شما چه مباحثی میشه. خب بعد میتونیم تطبیقش بدیم با ایران. حالا ایران یا داره همه رو، یا اون شرکتی که شما داری کار میکنی داره همه رو یا نداره همه رو. ولی دارن، ولی بازم استانداردهایی که اونا میخوان از شما خیلی بالاست و واقعا همه جلو برمی خیلی جدی میگیرن بحث ایمنی رو تو کار، و اینکه شما آشنا باشی با انواع خطرات، مخاطرات که تو معدن هستش، ریسک اسسمنت رو بدونی چیه، کار چه مخاطراتی داره، قبلش اصلا تلاشی بخوای کار شروع بکنی در جریان باشی، چون بحث معدن یه ذره بحث خطرناکی، اگه شما آگاه نباشی هم میتونی جون خودت و هم جون عزیزان و همکاران رو به خطر بندازی، و خیلی مهم هستش و درستش هم همینه در واقع. کاملا درسته. اصلا خب تو خیلی از مشاغلی که به نوعی حالا مشاغل فنی هستن و یک در حقیقت اینترویوری رو دوستان تو مرحله اسسمنتشون دارن، مثل ولدر، جوشکارها، کابینت میکر، ما همیشه به دوستان توصیه میکنیم که جدا از دانش فنی که دارید، حتما تو اون مصاحبه‌ای که حالا با یک اگزامینری از استرالیا این صحبت رو دنبال خواهید کرد، موارد ایمنی کارتون رو، حالا هر شغلی میخواد باشه، از پوشیدن لباس‌های ایمنی، رعایت کنترل‌های مختلف محیطی کارگاهیتون یا هر الزام دیگری رو حتما روش تاکید داشته باشید، و مطمئناً این برای کارفرماهای استرالیایی هم برای دادن اون در حقیقت پوزیشن‌های شغلی و آشنایی شما با اون اصول و حتی پیشبینی هایی که نسبت به این مسئله میتونید داشته باشید خب خیلی اهمیت داره، و ممنون از شما که این نکته رو ذکر کردید. و خب برای خیلی از دوستانی که این ویدیو رو دارن میبینن، این مصاحبه رو دارن میبینن، میتونه یک در حقیقت نقطه ای باشه که شاید با تسلط بهش از الان بتونن خیلی بهتر خودشون رو آماده بکنن برای این قضیه و برای این مطلب. نرم افزار خاصی مد نظرتون هست جناب مهندس که دوستان زمانی که در ایران هستن نسبت بهش آشنا بشن و بتونن این در حقیقت مهارت رو ارتقا بدن که اونجا بیشتر براشون کاربرد داشته باشه؟ بله، نرم افزار هستش واسه ژئوتکنیک. البته هر نرم افزاری واسه هر کشوری فرق داره، ولی توی استرالیا نرم افزار پلکسیس دوستان آشنایی دارن ژئوتکنیک. خب ما تو ایران قفل شکستش رو داریم، چون خریدش الان غیر ممکنه، چون شما حتی اگه بتونی پرداختش هم داشته باشی، اون میخواد بتونه نرم افزار رو به کی داره میفروشه، یعنی شما شرکتت اسمش چیه، یعنی یه شرکت ثبت شده باید باشه که بتونه بفروشه، چون پشتیبانی دارن اینا. پلکسیس هستش 2D یا 3D، فلک هستش، اگه کسی که فلک کار کردن کمک میکنه بهشون. البته اونو بخش کسی هستش که طراحی کار کردن ولی کمک میکنه، خصوصا کسی که مهارتشون سطح بالا باشه، نه اینکه شما آشنایی شما اگه بهشون میگی من فلک کار کردم یا پلکس کار کردم، اونا مثلا نظرشون اینه که شما مثلا پروژه باش آنالیز کردی، یعنی شما اومدی یه پروژه رو دیزاین کردی و ازش جواب و خروجی گرفتی، نه یه در واقع توتوریال ساده ای که شما از منوال گرفتی. نرم افزار اسلاید هستش که نرم افزار بسیار کاربردی هستش و استفاده میشه تو تمام معادن. و پکیج راک ساینس هستش، دوستانی که تو بخش معدن ژئوتکنیک هستن قشنگ به خوبی متوجه هستن که راک ساینس شرکت کانادایی هستش که پکیجش رو اکثر نه تنها معادن بلکه پروژه‌های سیویل استفاده میکنن، ولی خب تو معدن خب بیشتر استفاده میشه. از اون پکیج حتما
استفاده کنن که شامل نرم افزار دیپس میشه، نرم افزار اسویج میشه، نرم افزار آلویج میشه، نرم افزار فیز 2 میشه، نرم افزار راک ساپورت میشه، نرم افزار سیپلان میشه، حتی نرم افزار کورینگ و لوگینگ هم حتی میتونیم دیتا رو توش وارد بکنین و نرم افزار کاملی هست. خوشبختانه نرم افزار خیلی زیاده بله و تو ایران خیلی زیاده، بله و دوستان خیلی راحته فرصت دارن استفاده کنن و اینا که من گفتم میخوان، یعنی خیلیشون راکسنس میخوان، خیلیشون مثلا سلاید میخوان، بعضیشون پلکسیس میخوان، بعضیشون میگن حالا لزومی نداره ولی شما آشنا باشی کافیه. اینا نرم افزارهای کلی هستش واسه ژئوتکنیکه، واسه طراحی پیت روباز معدن یا برنامه ریزی تولید کوتاه مدت، بلند مدت، میان مدت نیستش. اینا نرم افزارهای خاص تخصصی خودشون رو میخواد که اون واسه رشته مهندسی معدن هستش که اونم عزیزان خودشون بهتر میدونن که نرم افزارشون چی هستش. مثلا دیتا ماین که ما تو ایران ازش استفاده میکنیم، نرم افزارهای دیگه هم هستن که توی مثل سورپک تو استرالیا خیلی استفاده میشه چون رگ و ریشه‌اش یه جوری استرالیا از افزار سورپک استفاده میکنن. نرم افزارهای دیگه هم واسه خود خاص رشته معدن هم هستش. جدا از این نرم افزارهای خود ژئوتکنیک، نرم افزارهای ابزار دقیق ما داریم که نرم افزارهای ابزار دقیق واسه مانیتورینگ معدن هستش که اونا تو ایران نیستش ولی هلپاش هستش. کمتر همچین نرم افزارهای میگوشن. حالا من خیلی وارد ریز مقولش نمیشم ولی میگم باز برمیگردیم به همون ریشه اول. وقتی که شما میبینیم این مثلا بولت پوینت هایی که دارن اشاره میکنن به شما که چه چیزایی رو از شما میخوان مد نظرشون هستش، باز تو اونا نرم افزارهایی که اگه میخوان هست داخلش و میتونن استفاده کنن عزیزان و ببینن حداقل یه سرچی بکنن ببینن چی هستش. خیلیشون در زمینه که فقط شما آشناییت داشته باشی، بعضی مشاغل هم هستش که از شما تخصصی طراحی میخوان که اونم بحثش جدا هستش. بسیار هم حالی، مرسی از تمام نکاتی که فرمودید. جناب مهندس میخوام خدمتتون بپرسم همکاران مهندس شما در محیط کارتون تو چه گرایش هایی تحصیل کردن؟ تحصیلاتشون تو چه حیطه هایی بوده به غیر از معدن؟ توی بخش خود ژئوتکنیک خودم همکارش که دارم سیویل خوندن، تو استرالیا خوندن، یعنی یه دوره 3 ساله مهندسی سیویل خوندن، حالا هر دانشگاهی بوده، بعد به عنوان گرادجویت مثلا جیوتکنیکال انجینیر وارد فیلد شدن. یا بعضی هستن که مثلا مهاجرت کردن، طرف مثلا تو انگلستان سینیر جیوتکنیکال انجینیر بوده، بعد مثلا اپلای میکنه برای مثلا شغل مثلا سایت انجینیر، چون مثلا با مثلا وقتی مهندس معدن هستش مثلا هستش بحث کلاینت داریم، بحث کانسلتنت داریم یعنی مشاور هست، بله. کارفرما هست، خود پیمانکار هم هستش. خب اینا وقتی که نیرو میخوان از جای مختلف هستش، طرف از خود انگلیس مثلا با سینیر جیوتکنیکال انجینیر اومده، اونم مثلا مدرک سیویل داشته. خود کسی که مثلا مهندس معدن باشن خود تو ژئوتکنیک کار کرده باشن، راستش رو بخوای فقط خودم هستم، یکی از دوستانم هستش، اونم نفت و گاز، دکترای نفت و گاز دارن ولی خب چون پروژه زیاد کار کردن، خب مثلا الان به عنوان سایت انجینیر هستن که در واقع همون بحث چون بحث مشاور هستش، کارهای ژئوتکنیکی من به پروژه رو انجام میدن از حیطه مشاور. ما بسیار هم عالی. دست اگر نکته هست بفرمایید، ببخشید. نه بیشتر همینه و بیشتر سیویل هستن، بیشتر سیویل تقریبا، بعد رشته معدن هستش. اتفاقا ایالت وسترن استرالیا وسط حرفتون امسال ظرفیت های اسپانسریش رو که اعلام کرد، خب برای خیلی از مشاغل یه پیشنهاد کار یا یک جاب آفر یا یک تجربه کاری مثلا تو یک مدت زمانی رو خواسته، اما اومده و به طور کلی در حیطه عمران و کانستراکشن این رو مجزا کرده و دوستان میتونن بدون این ریکوایرمنت این شرایط رو برای ایالت استرالیای غربی دنبال بکنن که نشان از ظرفیت هایی داره که شاید به نوعی مرتبط
مرتبطه با یکی از این صنایعی که در ایالت استرالیای غربی داره به جد دنبال میشه و نیاز به نیروی کار دارن. جناب مهندس، یه سوالی برام پیش اومد. استرالیا چقدر نیروی کار نیاز داره؟ دیدی که الان دارید؟ به نظرم استرالیا نیروی کار متخصص خیلی نیاز داره، ولی نیروی کاری که تخصص ندارن یا تخصص پایین دارن، راستشو بخواین به نظر خودم جسارت نباشه، ولی به نظر خودم نیاز ندارن. چون افرادی که هستن، چون همه که اسکیل مایگریت نمیاد، خیلی ها به صورت پناهجو میاد، یه سری حالتهای مختلف دارن، اون افراد فیلدهای جامعه رو پر میکنن. ولی نیروهای متخصص به نظر من خیلی احتیاج داره، یعنی حالا فکر نمی کنم پر بشه ظرفیت نیروهای متخصص شد. دقیقاً. حداقل برای رشته معدن و ژئوتکنیک اینجوریه. حالا بقیه شما بهتر از من می‌دونید. بله. سواد دانشگاهی که در ایران آموختید، یاد گرفتید و به شما یاد داده شده، تو لولی که وارد بازار کار شدید، چون من با خیلی از مهندسین که صحبت میکنم میگن دوستانی که از ایران دارن این اقدام رو انجام میدن، این اعتماد به نفس رو داشته باشن، به خاطر اینه که ما دانش مهندسیمون حالا شاید باید آپدیت بشه و یه جاهای همسو بشه، اما اون کیفیت لازم رو داشته که ما اگر روش تمرکز بکنیم، درست یاد بگیریم و درست کار کرده باشیم، بتونیم ازش استفاده بکنیم. این سواد دانشگاهی چقدر در استرالیا به دردتون خورد و چقدر کافی بود؟ راستش رو بخواید، من سواد دانشگاهی واقعیتش بخوام بگم یه خود مخالفت داره با حرف شما. 20-30% به دردم خورد. 70% این بودش که سعی کردم که دنبال این باشم که توی کاری که داره الان استفادهش چی واقعا احتیاجه. خب مثلا برفرض مثلا شما حوزه مانیتورینگ یا ابزار دقیق، مثال میزنم براتون چون بحث تخصصی ژئوتکنیک هستش، ما واقعا کتابی که مثلا به درد شما بخوره واقعا کارگوشا باشه به اون صورت نداریم. کتاب هست، ولی شما اون کتاب رو مثلا به مطالعه بفرمایید بعد باش سر مسابقه تشریف ببرید، شاید واقعا استفاده چندانی نکنه برای شما. خیلی باید کنارش رفرنس های خارجی، مقالات خارجی بخونه آدم و سعی کنه که تو کار واقعا نیاز رو ببینه که به چه صورت هستش و توی اجرا واقعا ببینه و بتونه تطبیق بده با رفرنس های خوب خارجی. اینجوری بتونم بگم خدمتتون خیلی بهتره. حالا تو من جناب مهندس میدونه منظورم چی بود؟ من منظورم اینه ما یک بیسی رو تو دانشگاه میگیریم، خب در یک دنیای متفاوتی وارد بازار کار میشیم و باید اون رو اصلاح بکنیم، ارتقا بدیم. من صحبتم دو پارت داشت. پارت اولش اون الزامات ریزنمراتی که ما در دانشگاه پاس کردیم. بعضیا مثلا ممکنه بگن آقا اصلا این هیچ به درد ما نخورد، ولی بعضیا میتونن بگن این یه سنگپایه درستی رو برای ما ایجاد کرد که بعدش تجربه کار و ارتقای دانشی که بعد از فارغ التحصیلی داشتیم خیلی کمک کرد به پیدا کردن این شغل و رسیدن به اون تخصص. منظور جامعه من از این سوال این بود که آیا دانشی که ما تو ایران خوندیم این سکوی پرتاب رو برای ما ایجاد میکنه که بعدش با تحقیقاتمون و تجارب کاریمون بتونیم وارد مارکت استرالیا بشیم؟ بسترش رو میسازه جناب برمی، یعنی بسترساز هست. چون ما دانشی که تو دانشگاه داریم میخورده پایه ریاضی قوی داره و اون پایه ریاضی قوی کمک میکنه، چون خیلی کتاب ها تخصصی هن و خیلی پایه‌ای از نظر ریاضی و کمک میکنه که شما فرض کرده بخواید یه بحثی باشه، یه مقوله‌ای باشه، خیلی راحت تر متوجه شی، خیلی کمتر باش کلنجار بری. این کمک میکنه. از این نظر 100% با شما موافق هستم، به شرطی که بخوایم شما پایه‌ای به قضیه بهش نگاه بکنیم و بعد بریم دنبال آموختن و یاد گرفتن و همه موارد دیگر. خب جناب مهندس، من میخوام به طور کلی به ما بفرمایید که رنج حقوقی که یک مهندس عمران با توجه به حالا شما کارتون تو سایت دیگه، درسته؟ بله. رنج حقوقی که یک مهندس عمران در سطوح مختلف سالانه تو استرالیا میتونه، مهندس معدن حالا یا عمران ژئوتکنیک میتونه با حضور در سایت در استرالیا به دست بیاره، به طور کلی تو استرالیا تو لول های مختلف سالانه چقدره؟ یه مهندس در پایه میتونه گرادیویت باشه، یعنی پایه گرادیویت
به نظرم بین 60 تا 70 تا هستش تو سایت. بعد که فارغ التحصیل بشه، از گریجویت خارج بشه، این رقم از 80 میتونه تا 120 واسه سالهای اول تا سوم متغیر باشه. بعد از 120، یعنی با 3 سال سابقه کار میتونم به حقوق 120 هزار دلار تو سال که معادل یه منوی حالا 10 هزار دلار تو ماه میشه برسن، درسته؟ البته شامل سوپر انیویشن هم هستش دیگه. بعد از 120 به بالا بستگی به تجربه شما داره و اون ورکلودی که شما داری پر میکنی. یعنی خب مثلا الان شغل ما 12 ساعت کاره و از این 12 ساعت هم ما مجبوریم که 1 ساعت قبل از اینکه کار استارت بخوره را بیفتیم از کمپمون، یعنی و 1 ساعت هم طول میکشه برگردیم، یعنی 14 ساعت از 24 ساعت شما متعلق به خود نیستی، 10 ساعت وقت داری، از اون 10 ساعت هم مجبوری 7 ساعتش رو بخوابی وگرنه نمیتونی فرداش بری سر کار. یعنی شما کلا تایم مفیدی نداری برای خودت، تا حد 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بیشتر تایم نیستش. اون وقتی مثلا ورکلود میره بالا، مسئولیت میره بالا، کار میره بالا، تجربه و فردم میره بالا، خب بلاتب اون 120 هزار تا هم افزایش پیدا میکنه بسته به خود شرکت و اون کارفرمایی که هستش. میتونه به 140، میتونه به 160 برسه. برای سینیر، رشته سینیر هم تو ماینینگ هم جیوتکنیکال، و شما بعد از اینکه حتی مثلا 15 سال سابقه کار داشته باشی میتونی به درجه سوپر اینتندنت برسی که در واقع ارشد سینیر رو هستی، یه جور حالت منیجر داره، یعنی بالاترین رده هستش که شما پاسخگوترین فرد توی اون شرکت، اون پروژه هستی و در واقع یک جورایی باید به همه پاسخ بدین، یعنی از پایین به بالا با پاسخگو باشید، هم از نظر فنی، هم از نظر ایمنی، هم از نظر شرکت در جلسات، افراد رده بالا رده پایین. شما مثلا شاید در روز شاید 5 تا تا 6 تا میتینگ هم در داشته باشه و باید همه رو سپورت بکنی. خب شما اون تجربه رو جلو بره، اون سنگینی کار رو حساب بکنی که طرف باید کلی کار گزارش و تکنیکال خودش انجام بده، نظارت به مهندسه سینیر خودش داشته باشه، علاوه بر این که سر سایت هم باید حضور داشته باشه، علاوه بر این که حتما 5 تا 6 تا میتینگ هم شاید بعضی روزا نیاز باشه که بره. و خب اون آدم واقعا یه جورایی حالا درست یا غلط مستهلک داره میشه تو کار دیگه. یعنی درسته، خب رنج حقوق اون فرد میتونه مثلا 180 تا 200 هزار دلار برسه، ولی خب خیلی عزیزان که تو ایران هستن اون رقمه رو میبینن 200 هزار تا، ولی اون کسی که سوپر اینتندنت هستش و اون پولو داره میبینه، اون زحمتی هم که داره طرف کشیده میشه دیده نمیشه، که به بهای کل این که اصلا کلا دیگه برای خودش نیست، فقط داره کار میکنه تحت ورکلود خیلی زیاد، حالا تو شرایط محیطی سخت اونم باید دیده بشه. ولی خب متعادلش واسه یک مهندس که مثلا داره کار میکنه تقریبا به نظر من بین 110 تا 130 رنجش متوسط 120 هستش. بسیار هم عالی. جناب فرشاد، یک بار دیگه اگر میخواستید از اول مهاجرت بکنید و تصمیم گیری بکنید، استرالیا رو انتخاب میکردید؟ صد البته، صد البته. و ملبورن رو انتخاب میکردید برای زندگی؟ ملبورن خیر. ملبورن خیلی سخت، سرده جان و برامی. سرده. ما حالا بچه‌ها عزیزان دوست داشته باشن، البته خیلی از استرالیا مشکلی ندارن، همین تو این سرما بالا و لباس ناکافی میان بیرون و مشکلی هم ندارن. خیلی آقایون هستن با تیشرت میان بیرون، حالا من نمیدونم چه جوری هستش، حالا شاید اینجا بزرگ شدن. ایران ولی تو چه شهری ساکن بودید؟ من تهران بودم، اتفاقا جای سردسیرم کار میکردم. اون مشکلی که من با ملبورن دارم اینه که برف نمیاد. چرا برامی؟ یعنی هومش شاید بیاد، ولی اینجا بسیار بارندگی هستش و آدم یه جور احساس سرما از داخل میکنه. مثلا خودم خیلی برف رو دوست دارم، اگه برف بود مشکلی نداشت. آخه برف بیاد یه مقداری هوا متعادل میشه، معمولا اگر بله. هوا مرطوب باشه اون سرمایی که به حس ما از سرما خیلی قوی تره تا اگر حالا مثلا ما تو هوای خشک حالا به ورزه مثال سرما رو داشته باشیم و این داستان.
دوستانی که میخوان برن ملبورن این روزها حتما لباس گرم با خودشون ببرن و از تجربه جان فرشاس استفاده کنن حتما. خب جان فرشاس، به طور کلی من سعی کردم یه سری سوالاتی که از قبل دوستانی که در حیطه تخصصی در حقیقت شما و این مصاحبه از ما درخواست داشتن، سوالاتی رو از خدمتتون بپرسم. نکته ای مونده که به لحاظ تخصصی بخواید به ما اعلام بکنید، چیزی که از قلم افتاده باشه از دید شما؟ شما خودتون به نکات خیلی خوبی مطرح کردین، چون اون موقع که حالا ما مهاجرت کردیم دوستان همچین دوره‌ای که شما فرموده بودین رو تعیین نکرده بودن که بازنگری کنین، مصاحبه رو ببینین، نکات مختلف رو ببینید. من چند تا نکته خاصی که هستش اینه که من خودم بهش رسیدم، اعتماد به نفستون رو تو مصاحبه از دست ندید. بعضیا نمیدونم، حالا من یه جوری میخوام تحت فشار شما رو قرار بدن و سوالات خیلی پشت سر هم بکنن، خیلی هم جدی هستن. این سعی کنی که اون اعتماد به نفستون تو مصاحبه از دست نره، ولی اینکه حتی خراب کرده باشی. مثلا خودم یکی دوتا احساس کردم که خیلی خراب کردم و دیگه داره از دست میره همه چی، بازم سعی کردم اعتماد به نفسم رو از دست ندم. خیلی کار مشکلیه. حالا شاید مثلا میخوام ببینم که under pressure شما چجوری پرفورمنس میکنی و اینم یه جوری امتحانه دیگه، بخواد طرف بدونه. چون بله دقیقا، و اینم کار خیلی سختیه به نظر خودم با تمرین برسند. و اینکه شما وقتی خودت سواد داری، خودت مطالعه داری، خودتون میشناسی، تواناییتون میشناسی، اگه به خودت اتکا کردی میدونی چجور آدمی هستی، امکان نداره که آدم تحت فشار بتونه اعتماد به نفسش از دست بره. اون چیزی که من خودم فهمیدم. من همیشه به دوستان دقیقا این نکته رو ذکر میکنم توی این جلسات که میگم بچه ها روز مصاحبه روز شماست. رزومه 30%، اینترویو 70%، مسیر گرفتن اون شغله. تو اینترویو شما چند تا فاکتور باعث میشه که موفق باشید. به قول شما قدم اول اعتماد به نفسیه که باید نسبت به خودتون داشته باشید. تکرار و تمرین فاکتور دومیه که خیلی میتونه کمک بکنه این اعتماد به نفس رو ببره بالا. بذارید تو اصلا شده با دوستتون، با همکارتون، با کسی که تو این حیطه کار کرده، چند بار براش این صحبت ها رو دنبال بکنید و براش تکرار بکنید. بحث بعدی زبانه که خیلی میتونه رو اینترویو اون پرزنتیشنی که شما بهتر دارید عنوان میکنید رو داشته باشید. در کنار اینها خب طبیعتا دانش تخصصیه، مواردی مثل حالا مثلا سوالهای پرسونالی که ازتون میپرسن، مباحث تیم ورک معمولا برای کارفرماهای استرالیایی خیلی مطرحه، روحیه کار تیمی شما. حتی ما به دوستان آموزش میدیم، میگیم که اگر دیدید کسی که داره از شما مصاحبه میکنه صحبت و سوال رو به سمتی برد که شما دوست نداشتید، شمایید که باید کنترل اون جلسه رو به دستتون بگیرید. سعی بکنید خیلی حرفه‌ای یا از کنارش بگذرید یا جوابات متناسب رو بدید و نذارید عصبی نشید، تمرکزتون رو از دست ندید. اون روز روز شما و اون جلسه جلسه شماست. حالا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید، شاید اگر برای یک شغلی انتخاب نشدید اصلا معیار ضعف شما نبوده. اصلا فرضاً بر این بذاریم آقا ما تو مصاحبه تمرکز لازم رو نداشتیم، استرس داشتیم، بعدیه در راهه باز هم همین ها اگر بتونه یک درس برای در حقیقت موارد بعدیمون بشه، شاید بیشترین اندوخته یه که بتونیم از جلسات مصاحبه داشته باشیم و کاری که بتونیم دنبال بکنیم. دقیقاً همینطوره، خیلی نکات کامل جامع گفتیم، مثل بولت پوینت تیتوا گفتیم دقیقا. اختیار دارید، خواهش میکنم. جناب فرشاس عزیز، برای ما دیدن موفقیت های شما در استرالیا و اینکه خانواده پرشن مایدن که ما به عنوان یک عضو و شما کلینت ها به عنوان هزاران عضوش در استرالیا در مشاغل مختلف، در شرکت های مختلف و در بیزینس های مختلف دارید میدرخشید، واقعا باعث افتخاره و به خودمون افتخار میکنیم که مهندسین، کارشناسان یا فرقی نمیکنه، تو همه مشاغل دوستانی رو امروز در استرالیا تا این 18 سال داریم که روز به روز موفق تر و با کیفیت تر دارن هم دانش خودشون رو ارتقا میدن و واقعا برای ما شناسنامه شماهایی
این رو به خودم، این رو جدی دارم خدمتتون عرض میکنم از صمیم قلبم و از طرف همه بچهای پرشن میدان، دوستانی که با شما تو این مسیر همراه بودن. مرسی از وقتی که تو تایم رستتون برای ما گذاشتید، برای دوستانی که این مصاحبه رو قراره ببینن گذاشتید، و واقعا ممنون از نکات کاربردی که شاید رسیدن بهش بعضی وقتا با تجربه بشه اتفاق بیفته، اما این تجربه وقت و زمان رو از ما خیلی میگیره و خب هر چقدر ما همیشه بتونیم از تجربیات افراد موفق بیشتر مثل شما استفاده بکنیم، طبیعتاً مسیر خودمون برای رسیدن به موفقیت بهتر و هموارتر خواهد بود. من بیشتر از این صحبت نمی کنم. اگر صحبت پایانی یا نکته‌ای هست بفرمایید و از مخاطبین ما خداحافظی بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی تشکر میکنم از شما جناب برنامه‌ای که اینقدر شما در همراه کلاینتاتون هستین. یعنی بحث پیدا کردن شغل و کار خب یه بحثی خارج از تعهد پیشن مایگرن هست. پیشن مایگرن تعهدش اینه که کلاینتش رو با موفقیت همراهی کنه و به مسیری که مقصد هست استرالیا برسونه، و شما خارج از اون تعهدتون رفتین. واقعاً خدمتتون عرض کنم که این کلاینتتون راهنمایی کنه که چجوری میتونه اون کار مد نظرش که در شأن شخصیت همه ما ایرانی‌ها هستش، انسان‌های زحمتکش با سواد تحصیل کرده هوشمندی هستیم، بتونیم جایگاه واقعی خودمون رو تو کشور استرالیا به دست بیاریم و این زحمتی که شما دارین میکشین و مضاعف هستش برای اینکه اون کلاینت بتونه شغل مناسبش رو پیدا کنه. توصیه واقعا سودزنیه. من واقعا تشکر میکنم چون خودم به این نتیجه رسیدم و دیدم شما دقیقاً دارید به اونا و حتی خیلی بیشتر دارید اشاره میکنید. واقعا سودزنیه. سپاسگزارم از تلاش شما و همه مجموعه عزیزان. این نظر لطفتونه. ما انجام وظیفه میکنیم و با امید دیدن موفقیت همه عزیزانی که دارن این مصاحبه رو میبینن، چه کلینت ما هستن چه نیستن، و شما عزیزانی که در خاک استرالیا هستید. ممنونم از شما. سپاسگزارم. متشکرم.